Mrs. Maryam Rajavi, the Iranian resistance's president-elect, was received by a high-ranking European Parliament delegation chaired by Mr. Alejo Vidal-Quadras, first vice president of the European Parliament. Mr. Paolo Casaca, chairman of the European Parliament's delegation to NATO, and Struan Stevenson, co-president of Friends of a Free Iran, joined the EP's first vice president in welcoming Mrs. Rajavi. Afterwards, Mrs. Rajavi addressed a meeting of 150 MEPs and parliamentary advisers entitled Future of Iran, Oppression or Democracy. Four vice presidents, a number of parliamentary group leaders, and the Right Honourable Lord Slynn of Hadley, a distinguished European jurist and a law lord in the United Kingdom, as well as a former judge of the European Court of Justice, also attended the meeting. من در شرایطی به اینجا اومدم که استبداد مذهبی حاکم بر ایران از یک سو در داخل کشور مرزهای جدیدی رو در نقض حقوق بشر در نوردیده و از طرف دیگه با مداخلات فزاینده در عراق و همچنین تلاش برای تولید سلاح اتمی به بزرگترین چالش جامعه بین المللی تبدیل شده. در پاسخ به این چالش معمولاً از دو گزینه صحبت میشه. یکی سازش با رژیم آخوندی با هدف مهار یا تغییر تدریجی که این سیاست در دو دهه گذشته توسط کشورهای غربی دنبال شده و گزینه دیگر سرنگونی ملایان از طریق جنگ خارجی مانند آنچه که در عراق اتفاق افتاده که هیچ کس خواستار تکرار اون در ایران نیست. من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره. تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. از شما میخوام همه امکانات خودتون رو برای اتخاذ یک سیاست درست اروپایی در مورد ایران و به دور انداختن برچسب ظالمانه تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران به کار بگیرید. مردم ایران تلاش‌های شما رو در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر هرگز فراموش نخواهند کرد. بسیار بسیار متشکرم. Thank you.